همونطور که دیدیم یه سری پارامترهایی هستن در مدل‌های خطی که باعث این پارامترها رو ما مشخص کنیم. یکی از این روش‌ها روش LSM یا LS یا List Square Method یا این آبی رنگه یا این آبی رنگه یا مثلا این یکی که تغییر میکنه. مثلا این توی این قسمت میاد شیب خط رو تغییر میده، توی این قسمت میاد اون نقطه برخورد با محور ایدرگ رو تغییر میده، بعد توی این یکی میاد هم شیب و هم نقطه برخورد رو تغییر میده. خب کدام یکی از اینا به نظر شما بهتره؟ بهترش اینه که ما بیایم، همونطور که گفتیم ما یه خروجی داریم، یه ریسپانس واریبل، متغیر پاسخ داریم. میایم اختلاف بین مقدار واقعی و متغیر پیش دیتایی که میبینید همون دیتای نمونه های ما هستند. این خطی بوده که در نظر گرفته شده. خطی که داریم میشه اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار مدل. این میشه اون ایمون، خطامون ای1، این ای2، ای3 و اینم ای4. اومده اینا رو به توان 2 رسونده، ای1 به توان 2، ای2 به توان 2، ای3 به توان 2، ای4 به توان 2، مجموع گرفته شده همون مقدار LSش. حالا گفته این بایستی کمترین بشه.